سلام بیننده های خوب رسانه تی وی پلاس، وقتتون بخیر باشه. در حاشیه کنسرت میثم ابراهیمی گفتگویی دارم با یکی از بازیگرهای خوب سینما و تلویزیون، اون جناب آقای علی کاظمی. زنده باشه. منم عرض سلام و ادب دارم به شما بینندگان خوب تی وی پلاس. از کارتون توی سریال ویژه آقای مدیری خیلی یاد میشه و میخوام که ازتون راجع به اون سریال و حالا خاطراتی که مونده برامون تعریف کنید. بگو هم بگور این صدارت تو هم میشنوی؟ هاشی فرها وحشت بر من مستولی بشده. بگو هم حالا چی کار بکنی؟ هیچ، من فقط الان دست بابم و گرفته. گوش بگیر ببی چه بگو هم. بگو هم تو برو پایی سمت میدان، من از این دور ازت مراقبت بکنم. هکی خودت بیدی، خودت وش پایین، من از دور برات مراقبت در بکنم. سریال که خب بکنم الان نزدیک 20 سال شد که ازش گذشت و خیلی کار شاخص خوبی بود. بعد از اونم فکر نکنم کاری به اون صورت اومد که اون بیننده رو داشته باشه، ولی کار خیلی خوبی بود. تیم خیلی منسجم و قوی و همه کاراکترها سر جای خودشون بودن. حالا منم یکی از کوچکترین کاراکترهایی بودم که اونجا نقش داشتم. این روزا ما شاهد هستیم که خب خیلی از بازیگرایی که قبلتر با آقای مدیری کار میکردن و الان کار نمیکنن یه سری حجمه ها وارد میکنن با آقای مدیری. درست. شما میخواستم که بدونم نظرتون راجع به این قضیه چیه. ببینید، من میگم سلیقه است. یکی دوست داره با من 10 تا کار بکنه، یکی یه دونه بعد دیگه کار نمیخواد بکنه. من هیچ ایرادی نمیگیرم، نه از آقای مدیری و بقیه حالا عزیزایی که با دوستان کار میکنن. من میگم قرار نیست ما سالها آقای مدیری اگه کار میکنه من انتظار داشته باشم آقای مدیری منو ببره سر کار. من کارگردانای دیگه هستش، بازیگرای دیگه هست، همه باید همدیگه رو تست بزنیم با هم کار بکنیم. و من خودم به شخصه، من با احترام به نظر همه اون دوستان، خودم به شخصه میگم آقا جون اگه آقای مدیری منو 2 تا کار دوست داشته برده دمش گرم، اگرم 100 تا کار دوست داشته باز دمش گرم، اگرم نه نمیخواد دیگه کار بکنه اون احترام و سلام علیکم بین هم داریم. من فکر می‌کنم که دیگه یه ذره کار به توهین این چند وقت رسید. ببینید من آقای مدیری من میگم اشتباه. ببین من خودم میگم من خودم باید قدردان آقای مدیری باشم، چون من قبل از آقای مدیری کار کردم، بعد آقای مدیری هم دارم کار میکنم، ولی دیده شدنم توسط این بزرگوار بود، پس باید قدردانش باشم و حالا بهش احترام بذارم، حتی اون تعداد کاری که منو برد و اون تعداد کاری که داشت نبرد. کرونا که گرفتید خب خیلی شرایط سختی داشتید، یعنی شما بله. هم یه کرونا خیلی سخت گرفتید. میخواستم که بدونم چه کسایی از صنفتون بیشتر پیگیر حالتون بودن. ببینید خب من وقتی که گرفتم خیلی از عزیزان خبر نداشتم و هیچ انتظاری هم نداشتم، ولی به محض اینکه یکی از دوستان متوجه شد و حالا لطف کردش، استوری کردش، خب اول از همه من دست مردم میبوسم که من با دعای مردم برگشتم و دعای خیر پدر و مادرم و همچنین دوستان عزیزم. بعد از اون دیگه کل دوستانی که داشتم، شاید دروغ نگم 70-80% از عزیزایی که هم صنفم هستن و از دوستایی که باشون کار کردم همه پیگیر بودن، همه لطف و محبت و اینا رو داشتم. من دست همشون رو میبوسم. اونایی هم که متوجه نشدن، بعدش که متوجه شدن به سر تأسف کردم و خدا رو شکر دعا کردم و بازم ممنون داره اونم هستم. اینجا بین شما کی سواد داره؟ من داشته بیدم. تو اسم چیه؟ بگوری برری، متخلص به گیسو. متخلصت بخوره تو فرق سرت، تو از این بعد منشی ما هستی. چی شد که آقای مدیری کشف کرد شما رو برای این نقش؟ من سر کار توکیو بدون توقف، سینمایی توکیو بدون توقف که کیش کار میکردیم، خب یه نقش جدی داشتم. خب اونجا بگو بخند و گپ و شوخی اینا، مهران گفت چرا کمدی کار میکردی؟ گفتم قسمت نشده. گفت دوست داری کار کنه؟ گفتم آره. گفت چون تو داری اون به قول معروف ذات کمدین رو داری میای؟ گفتم آره. که شروع کردیم به کار و خدا رو شکر 7-8 کار با هم بودیم و برخلاف ظاهرتون تو اون نقش خیلی نقش لطیف و بگور بود دیگه. بله بله. آخه اون نقش اصلا میطلبید. خب من با آقای مدیری چند تا کار کردم ولی تیپ نساخته بودم. اون نقش وقتی که پیشنهاد شدش، مهران به من گفتش که علی میخوام برای این کار خودتو بشکنی و یک تیپ بسازی، تیپ سازی میخوام برای این کار.
و حتی تو گویش لحنت متفاوت باشه. خیلی هم شکوندی نامه. آره خیلی. آخه نیاز بودش دیگه. درست. که حالا بر اساس اتفاق من رفتم یه چیزی رو دیدم یه گفتم چقدر خوب اومدم روزی که با آن مدیری و نویسنده ها یه جا توی اون لوکیشنی که بودیم گفتم آقا مرا من اینو گرفتم ببین چجوری یه تیکه رفتم که قش کردن گفت خودشه که حالا یه جایی رو توش میکرد میگفت کم زیادش کنه یه جایی زیاد بود میگفت کمش کنه بله با تدارت خود ایشون اون کاراکتره به وجود اومد و خدا رو شکر مردم اون دوست داشتن مردم خیلی واکنششون خوب بود و من احساس میکنم که هنوزم تو خیابون شاید شما هنوز منو به اون بگور هنوز بله بله ناراحت نمیشین شما رو به بگور میشناسن همینه که مردم لطف دارن دیدن بعد دستشون رو بوسید و همینه که مردم دوست داشتن اون شخصیت رو با همون اسم صدا میکنن قابل واسه حالا میخواستم ازتون سوال بکنم که عجیب ترین واکنشی که مردم به اون نقشه داشتن چی بوده توی این همه سال که خودتون تو خاطرتون مونده تا میدیدن همون خوب بیده مثلا میگفتن هر کی میدید میگفت خوب بید حالا خیلی هم بگوریش هم نمیگفتن میگفتن خوب بید میدونستم که چیزی بب... شما میگفتی خوب بید لطف مردم ببینید ما به عنوان یک هنرمند کوچکتر از همه مردم هستیم و اینی که وقتی که بیایم بیرون نگاهی به ما میشه اون قابل احترامه و خدا رو باید شکر کنیم که اون دیده شدیم و مورد پسند مردم بود و قدردان باید باشیم دیگه یکی دوتا نشریه یادم اون تاریخ اومدن گفتم بیا شعراتو ما یه کتاب درست کنم گفتم آقا اون شعرها که شعر قابلی نیستش و اگر کتاب شما میخواین بدین هم واقعی گفتم آره میگفتم بیاین ما بدیم نه من قدم سود و اینقدر چیز گفتم اصلا اولا که اون کار مال تلویزیونه من این اختیاری ندارم دوم اصلا من که شعر باید مال یه ترانه سرای یه شاعری باشه که قابل باشه حالا ما اون شعرها به من صورت فان و کمدی بود فقط برای به قول معروف اون کاراکتری که تو اونجا داشت بازی میکردن به شما بگو جان یه شعر میگید برای اون روز که مضامین قطار پیشرفت ترقی خطا هم توش باشه بلدین؟ بله در بکنم نه جان؟ نه میگم بله اگه میتونین الان بله ما مرده شور بیدیم هر جیر وقت وحش شدیم خوب بید آکه برو سرت باگو این شعره؟ بله خب نه الان جانعیف دادن نمیدونن که چطوریه هر فارسی زبانی من فکر میکنم تو اون نسل و تو اون دوره با شبهای براره خاطر آره. حتی نسلهای جدید من خیلی بله. برام جذابه مثلا میگم آقا اصلا به سن شما نمیخوره 14-15 سالتون تو بستگان توی دوستان که مثلا بچه هاشون میان ولی میگن رفتیم حالا یا دانلود کردن یا هر چیزی دیدن کارو و هنوزون براشون جذاباره و یه وجهی از آقای مدیری که مردم کمتر باهاش آشنا هستن و دوست دارم برامون بگی یه جایی مهران عزیز یه کارایی کرده که شاید خیلی ندارن شاید خودش هم دوست نداشته باشه ولی من دیدم که یه کارای به قول معروف عام المنفعه خیریه ای انجام داده که شاید خیلی میگن مهران مدیری اصلا نکنه این کارا رو ولی دیدم خودم به عینه دیدم حتی اون آخرین چیزی هم که بودش اگه فراموش نکنم زلزله بم بودش که اولین کسی که پیش قدم شد برای کمک برای جمع کردن خود مهران بود میگم یک شخصیت خیلی خاص و یک کاریزمای خاصی داره که واقعا من خودم دوستش دارم چقدر خوب که این خنده خیلی جذابه این خنده نوستالژیه برام عرض شود خدمتتون که یکی دیگه از مشکلاتی که حالا بازیگرهای پیشکسوت ما دارن متاسفانه مشکل معیشته آره اون که واقعا سخت به خاطر حالا بیکاریه بیشتر به نظرم به خاطر اون کم توجهیه حالا نمونه‌هاش هم باز دوباره این چند وقت هستش همه اینا هست کم توجهی هستش بیکاریه هستش و همه اینا خب وقتی که تو شما بیکار باشی کم توجه باشی پول نباشه خب فشار روانی فشار اقتصادی میاد آدم اذیت میشه دیگه شما بیشتر نیاز مالی دارید یا کاری الان توی این مقطع هر دو ولی خب کاری بهتره کاری خودش مالی هم در خیلی از اتفاقا شاید تو پشت لبخنده پنهان باشه نه من خیلی از دوستم یعنی این کمکاریه شما که به غیر این کار الان کار دیگه ای میکنی؟ نه بلدم نه کار دیگه ای هم دارم ببینید من 2 سال خب به خاطر شرایط کرونا و کرونا چون تایمای اولش گرفتم و خیلی هم زمان بود واسه من و خیلی هم سخت بود من بعد اینی هم که حتی نزدیک به 3 ماه کشید تا خوب شدم و 5-6 ماه هم اون عوارض بعدی شروع داشتم و اون وحشت و اون
به قول معروف ترسی که ازش داشتم و نمیتونستم رسما خونه نشین خونه نشین بودم نزدیک یک سال خورده خونه نشین بودم. بعدش هم پیشنهادایی که میشد پیشنهادای آنچنان که درخور باشه نبود بدون تعارف چه به لحاظ مبلغی چه به لحاظ نقشی. آره ولی خب میترسیدم بدون تعارف میترسیدم برم. تا شب عید قبل از عید دوستان از کار کلبه عموکورنگ زنگ زدن و گفتن بیا اینو و چند بار چون صحبت شده بودش گفتیم بریم هم تست بزنیم هم ببینیم تو اون زمینه ما میتونیم کاری بکنیم یا نه. که رفتیم خدا رو شکر اونجا هم جواب دادش. یک ماه اونجا سر کار بودم که باز خب اونجا هم بچه ها تفلی ها خیلی هاشون کرونا گرفتن و باز من ترسیدم چون اینقدر کرونا بعد بودش یه اون ترسه اومد. 5-6 ماه باز دور بودم که سر بازی کار کوتاه رفتم و دیگه تا الان دیگه. پس سربسته بگیم که الان درآمدی در واقع دیگه به قول معروف ما بعضی ما میریزیم تو قیف سر تا میکنیم. بله خدا رو شکر این لبخنده این لبخنده هست دیگه. نه بعد شکر چرا ناشکر بشیم ولی دیگه هست دیگه. کار ما این امنیت شغلیه هیچ موقع نبوده برامون و پذیرفتیم دیگه. نه برای من برای کل این صنوف حتی صنوف پشت صحنه و پذیرفتیم دیگه. حالا باید پشت کنار. من این خواهش میکنم بذاریم الان مردم انقدر به خاطر شرایط اقتصادی گرفتار هستن نریم تو درد دل و توی چیزای تلخ. فقط بهشون بگیم که قربونتون برم همه تونو دوست دارم خیلی پای دونه دونه تونم عاشق همه تونم دست بوس همه تونم مردم ایران.